از جنید کسی پرسان کرد که صبر چی رو گفته میشه؟ رحمه الله گفت تحمل رنج و سختی بدون ترشرویی. رنج رو تحمل بکنیم، سختی رو تحمل بکنیم، باز در آینده احسان خود سرکس بار نکنیم، باز ترشرویی نکنیم که من با توی تو کردم و تو نکردی. از عثمان هم کسی سوال میکنه، میگه صبر چی هست؟ میگه تحمل بلاها، گشاده رویی و آرامش. این صبر هست که یک انسان رنج را تحمل میکنه. و در ضمن از این گشاده رویی هست، یعنی گشاده رویی به این معنا که در بطن مشکلات وجود داره اما میفهمه که در آینده یک برنامه های خیلی مفیدی در پیش روی ما قرار داره، اهداف بزرگ را تعقیب میکنه و اهداف بزرگ و رسیدن به اهداف بزرگ یک صبر بزرگ هم کار داره. حالا کسی که یک ورزشکار زیبا میشه و یک ورزشکار میشه که زبان زد عام و خاص میشه، امی قسم دکتر، امی قسم انجینیر، خواهد من در گذشته ها کار را کرده که تو نکردی. کسی که امروز از تو ده ها قدم جلوتر هست و ده ها قدم از تو که پیشتر رفته، اون گذشته های تلخ را تجربه کرده که تو هنوز نکردی و باید بکنی. امروز اگر بدن ما تو ضعیف است، اگر ورزشکار قوی است، او زحمت کشیده بالاخره، او دردها را تحمل کرده، او سخنهای استاد خود را تمامش را تحمل کرده، بالاخره در این جای رسیده. کسی که امروز به یک جایگاه علمی نائل آمده و رسیده، به گفته عبدالله بن عباس رضی الله عنهما میگه ذللت طالبا فعززت مطلوبا، میگه من ذلت و خاری شاگردی و طالب العلمی را تحمل کردم و به عزت مطلوب خود دست یافتم. این باید تحمل بکنه. حالا هر کدام من از یک استاد میرم درس میخوانم، باید گپ استاد را، ترشرویی استاد را، با اصطلاح غزنیچه ما شما پچکه کردن استاد را باید تحمل بکنیم که در آینده ها ما مانند استاد خود بدرخشیم. ولی صبر باز خود اقسام داره، که صبر در مصیبت هست، در مقابل مصیبت صبر میکنه. صبر در معصیت، در مقابل گناه استاد میشه که استاد شو و طرف حرکت نکن. آیا میتونی صبر بکنی؟ آیا چشمت در کنترلت هست؟ آیا دستت وقتی که طرف حرام حرکت میکنه دست را گفته میتونه که حرکت نکن؟ دست یکی از نعمتهای خدا هستی، به خلاف خواسته های خدا استفاده نشه. آیا پاهایت کدام روزی که به طرف معصیت میره و حرکت میکنه گام بر میداره، قدمهایت سری یا سست یا کند یا تند حرکت میکنه، آیا به پاهایت ایر دستور داده میده که استاد شو؟ و صبر در طاعت، آیا در یک مسجد که میری بر نماز، اگر نماز کمی طولانی میشه و سوره های طولانی رو ملا امام میخونه، آیا تحمل داری؟ اگر در این سه موقعیت تحمل داره، بهترین انسان هستی. شاید تو انسان ها خیلی کم باشه که هم در مقابل معصیت، هم در مقابل طاعت، هم در مقابل مصیبت خیلی صابر باشه. برخی ها در مقابل طاعت و فرمانبرداری خیلی قوی هستن. مثال براتون میگم، هیچگاهی نماز جماعت ازشان قضا نیست، اما در میدان غیبت، در میدان تهمت، در میدان بد اخلاقی باز قدم اول هستن. این در طاعت صبر دارن، اما در معصیت صبر نیست. یک انسانی هست در معصیت هم صبر داره، به طرف گناه حرکت نمیکنه، طاعت را خیلی به آسانی انجام میده، اما در مقابل مصیبت باز جزع و فزع میکنه، در مقابل مصیبت تحمل نداره. و این ویژگی ها تنها در رسول محبوب ما صلی الله علیه وسلم پیدا میشه، که در مقابل سختی ها سخت صابر، در طاعت خود سخت قوی و در دوری خود از معصیت خود گفته ای نداره، که اصلا معصیت در شأن پیامبر تصور کردنش سخت است. چی بکنیم که ما صابر شویم؟ دو بخش داره، یک بخش علمی داره، یک بخش عملی داره. بخش علمیش چی است؟ بخش علمی است که انسان درک بکنه ایره که با این صبر ما ایره باید بفهمه و بخونه و یاد بگیره و بشنوه، درک بکنه ایره، درک علمی از بخش صبر که در آینده ها ما به کمال میرسم. حالا من سختی ها رو تحمل میکنم،
آل ما عرق میریزانم که در آینده باز اشک نریزم. آل ما درد را تحمل میکنم که در آینده باز درد را تحمل نکنم. این درک باید هر انسان داشته باشه. ما در مقابل مشکلات زود تسلیم میشیم، نمیشه دیگه. یک دروازه 100 کلید داره، 99 رو استعمال میکنیم اما آخریش میگم نمیشه، بس. شاید آخریش آخرین کلید باشه. شاید الله متعال یک برنامه داشت برای تو که تو این 99 کلید رو استعمال بکنی بعد از دست دوم برسی. اول صنف اول دو سه یک دفعه خونه میشه که 12 برسی، یک دفعه خونه میشه که لسانس و ماستر شوی. و بخش عملیش چی هست؟ گاهی اوقات عمل بکنیم چیز ده. به طور مثال یک جای خشمت بالا یک چیز میه، خود را کنترل بکن، آینده ایش را که متوجه باشه خیلی مفید میباشه، آینده ای ترمیم شدگی هست. اما یک لحظه اگر خشم کنترل نشه، باز نه تنها اشتباه که طرف مقابل مرتکب شده، تو شاید اشتباه بزرگتری از رو مرتکب شد. بخش عملی ایشی است که داستان صابره را مطالعه بکن. یک روز یک شخص نزد استاد شکایت کرد، گفت من دندان درد هستم. گفت چی وقت دندان درد شدی؟ گفت همین شب که گذشت. گفت من 35 سال میشه دندان درد هستم، به کسی نگفته. چند سال؟ 35 سال. شاگرد استاد هست، یک جای مخفی نشستگی است، گفت من 35 سال درد را تحمل کردم. میفهمم که از جناب کسی هست که او کدام برنامه داره، بی برنامه نیست. این انسان های موجود داره. اما ما تا زمانی که نعمت بالای ما مانند باران بباره خیلی خوشحال هستیم. گاهی اوقات نمازم از ما فوت میشه، اما اندکترین مصیبتی که رسید باز رو میگردانیم از الله، باز نمازم هم قضا میشه، باز مجالسم اشتراک نمیکنیم، باز عبوس پریشان همیشه اون طرف اون طرف با پیشانی ترش گشت و گذار داره. تا دیروز که نعمت بالای ما باران میبارد چی تو شد؟ امام احمد رحمه الله میگه 90 جای در قرآن کریم کلمات صبر به کار رفته. صابرین، صبر، واستبر، واصبر، صابرو، کلمات در قرآن کریم به کار رفته. از این معلوم میشه که حائز اهمیت هست. در قرآن کریم امر به صبر شده. واصبر وما صبرك الا بالله. صبر بکو. رسول الله دستور میده واصبر. واصبر لحکم ربک، صابر باش در مقابل حکم پروردگارت. امر شده، حتی نهی شده از منافی صبر. ولا تستعجل لهم، در مقابل این عذاب اینها عجله نکنی پیامبر، ان شاء الله مسلمان میشن، ان شاء الله گپای تو یک زمانی درک میکنن. ولا تستعجل لهم ولا تهنوا ولا تحزنوا. میبینید که منافی صبر را برای ما درس میده که ما منافی صبر را بفهم. غمگین نباش، ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون. جای امر شده و جای منافی صبر هم برای ما گوشزد شده و حتی رستگاری یک انسان معلق به صبر هست. یا ایها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اخیر سوره آل عمران. ای مؤمنا صبر بکنه، در نهایتش چی است؟ لعلكم تفلحون، تا شما چی شوین؟ رستگار شوین. رستگاری یک انسان، فلاح یک انسان، کامیابی یک انسان منوط و مربوط به صبرش است. نمیتونی بدون صبر به جایی برسی، نمیتونی بدون صبر تو دکتر شوی، نمیتونی که تو بدون صبر به اهدافت برسی، نمیتونی که آینده یک رهبر و یک بزرگ باشی، مگر هم اگر صبر نداشته باز نمیتونی هرگز. ائمه یهدون بما صبروا ان شاء الله. حتی دوچندان یا مضاعف ثواب و اجر و پاداش کسایی ذکر شده که صبر میکنن. اولایی که اجر یؤتون اجرهم مرتين، ما اونها را اجر میدیم دوبار. بما صبر و به سبب اون چیزی که صبر کردن. یعنی میبینید که کلمات در قرآن کریم به کار رفته، هم امر شده، هم منافیش ذکر شده، منافی صبر، هم رستگاری ما منوط و معلق به صبر شده و هم دو چند اجر و پاداش داره. تمامش در قرآن کریم ذکره. حتی در جایی میگه که شما از صبر یاری بجوین، واستعینوا بالصبر والصلاه. گاهی اوقات که بالایتون درد آمد،
برن در طرف صبر حرکت بکنن، طرف نماز حرکت بکنن. پیامبر صلی الله علیه و سلم همین کار را میکرد. ما خود تو زمانی که بالای ما درد میرسه، شماره های تلفن خود جستجو میکنیم که کی یک با درد بخوری پیدا میشه. نکو جستجو را. اولین مرحله الله است، بعد به طرف اسباب حرکت کن. از اسباب استفاده کن، نتیجه کار را به الله بسپار. حتی بزرگترین سپر است یک صبر برای انسان. ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. اگر صبر بکنی و تقوا بکنی، کید و فریب و خیانت اونها برای تو کدام ضرر نمیرسانه. یک نوع سپر هست ان شاء الله، اگر این حدیث باشه اشتباه نکنم، از صبر و جنه. صبر سپر هست. تو رو متوجه تو می باشه که از اشتباه صورت نگیره، چون ضعیف هستی. یک کسی برات دشنام میده، ایج یک سپر هست که باید در پیشت استاد شوه که نشوه که از تو کدام چیزی عکسور عمل نشان داده شوه. تو باز خود را مقابل او انسان مثل او انسان نکو که او انسان چرا مرا دشنام داد، من باید با دشنام خود را خالی بکنم. نباید یک سپر باشه که از اگر دفاع نتانست که به تو یک چیز رسید، از تو به کس چیزی نرسه. این سپری هست که هر دو طرف کار هست. ای در آیات قرآن کریم صبر بود. حتی در بهشت، بهشتی هایی که داخل میشن، ملائکه ها در دهن دروازه های بهشت استاد، السلام علیکم بی ای سبب، با ایج سبب یه هست، بما صبرتون، به سبب یه چیزی که صبر کردن شما، سلام علیکم، سلامتی باشه به شما. ملائکه ها در دهن دروازه های بهشت استاد هستن، سلام علیکم بما صبرتون، به او چیزی که شما صبر کردن. آیت قرآن کریم است، فقط یک چند آیه ذکر شد. همین قسم در احادیث پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم ذکر شده. ابو موسی اشعری رضی الله عنه می فرماید، از رسول ما صلی الله علیه و سلم روایت میکنه، میگه وقت فرزند کسی وفات میشه، میگه الله متعال ملائکه روان میکنه برای او شخصی که درد دیده، رنج دیده، عزیز خود را، فرزند خود را از دست داده، او روان میکنه که می حالت را ببینه. پس این حالت را برای الله حکایت میکنه. الله خود نظارگر هست. و من حیث یک شاهد، قسم یک شاهد، میگه کجا رفته بودی؟ میگه فلان جا یک کسی عزیز خود را از دست داده بود. گفت روحی عزیزش را قبض کرده؟ گفت بله. گفت میوه دلش را گرفته؟ گفت بله. گفت چی کرد در مقابل اکار؟ گفت حمدت و استرجعك، گفت حمد تو را بیان کرد و گفت انا لله و انا الیه راجعون. کلمه استرجاع میگه انا لله و انا الیه راجعون. برق میره، انا لله و انا الیه راجعون. درد میرسه، انا لله و انا الیه راجعون. مریضی به ما میرسه، انا لله و انا الیه راجعون. عزیز خود را از دست میدیم، نمیگیم که او، نه، انا لله و انا الیه راجعون. باز الله میگه، میگه ملائکه، میگه خانه در بهشت برای انسان بسازن و این خانه، خانه حمد نام داره، بیت الحمد، به خاطر که در مقابل از دست دادن یک عزیز جزع و فز نکرد. جزع و فز به این معنی نه که ما عشق بریز و عشق نریزانیم. حالت فطری انسان تقاضا رو داره که در مقابل مصیبت کم عشق میریزه، خالی میشه. خود پیامبر در فراق ابراهیم عشق ریختانده، اما جزع و فز نکرده که به سر صورت خود بزنیم که فلان رفت، فلان رفت، فلان چیز را از دست داد. خصوصا بعضی از جوانهایی که یک انتخاب ازدواج دارن، خیلی متوجه هستن که او از من نروه. فکر میکنه که با یک شخص زیبایی که یک ماه چشم ترشاید خنک نگهداری بکنه که در آینده ها ده ها سال و 30 سال 40 سال با اخلاقش زندگی میکنی، نه با زیباییش، خیلی متوجه هستم که از ما نروه. اگر این رفت من ازدواج نمیکنم، اگر رفت تو دیگه تمام هیچ امکان نداره که من زندگی بکنم. ای تو فکر میکنه که در آینده ها هست خدا کرده برای خود خوب برنامه داره؟ ای تو فکر میکنه؟ الله متعال از کسی که چیزی را میگیره، عوضه الله خیرا منه، بهتر از اون نصیبش میگرده. مثال براتون میگم، خب ذهن نشین شوه، طفل در شکم مادر توسط ناف تغذیه میشه، خون خوراکش هست، همینطور است. دکتر دکترها ما کار ندارم، خب کم کم که جای مطالعه شده یا شنیدیم که پارا بیان میکنم، لکل فن رجالا. ای که تولد میشه گریان میکنه،
چون از یک محل به محل دیگه انتقال شده و رزقش بالایش قطع شده، در حالی که رزق و روزیش خون هست، که از طرف مادر تغذیه میشه، جزع و فزع میکنه، در حالی که الله متعال یک راهی که خون میخورد رو برش بسته کرد، دو راه شیر سفید و شفاف و زلال نصیبش میشه، یک راه بسته دو راه باز. شیری که تا به حال دنیا نمیتونه که شیر را بسازن که شیری مادر هست، یک دروازه بسته شد دو دروازه باز. این دو دروازه حتی که والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، مادرها باید به فرزندای خود دو سال مکمل شیر بدن. ای که طفل جدا میشه از مادر خود، از شیر جدایش میکنه، چند شب و روز گریان داره، چون که دو دروازه این دو راه که شیر از او استفاده میکرد او بسته شد. الله متعال راه های سبزیجات، مایات، تمام چیزها را برش باز کرد، نه تنها چهار را بلکه بالاتر از او. این وقتی که وفات میشه، اگر انسان نیکبخت باشه، مردم در کنار و حولش جزع و فزع میکنه و گریان میکنه. چهار دروازه یا پنج دروازه برایش بسته شده، اما هشت دروازه بهشت بر روی زباز هست. عوضه الله خیرم منه، الله متعال بهتر از رو برت نصیب میکنه. خب ما یک ذره ضعیف هستیم، معمول لحظه نتیجه خیلی زود رس میخواییم. باید خیلی زود دعای ما قبول شه، باید خیلی زود ما ازدواج کنم، باید خیلی زود ما به یک جایگاه برسم، باید خیلی زود رفیق ما با ما آشتی بکنه، باید خیلی زود وضعیت خانواده ما تغییر بکنه، باید خیلی زود وضعیت جامعه به طرف فلاح و رستگاری و صلاح حرکت بکنه، به طرف هدایت حرکت کنه. خیلی زود امکان نداره. تمهیدی را بخوان، صنف 12 را بخوان، لیسانس را بخوان، ماستری بخوان، بعد از دکتر بعد از در یک جایگاهی میرسی. غیر صورت امکان پذیر نیست. استیپ بای استیپ، استیپ درجه به درجه پیش رفت، تدریج. حتی حدیث از انس روایت شده، این حدیث در بخاری شریف است، میگه وقتی خداوند با گرفتن چشم کس را امتحان میکنه، مقابلش او را چی میده؟ بهشت. حدیث پیامبر است. یک روز کس نزد احنف بن قیس آمد، انشالله که شاگردش است، احنف بن قیس، یایی به کس پیشنهاد کردم این جایش فراموشی من شده. گفت من چشم درد هست. گفت از من 40 سال میشه که یک چشم دید نداره، امیل لحظه به تو گفتم. 40 سال میشه یک چشم خیره هست و دید نداره، چون که از جانب کسی هست که او میفهمه که باید دید داشته باشه یا خیر، آیا دید برش مفید هست یا خیر، آیا دید زیبا هست یا دید اصلا نباشه. او دیدی که در موافقت امر الله، موافق خواسته الله استفاده نشه، او دید به درد بخور هست؟ نه خیر. این در حدیث پیامبر در مورد صبر بیان شده، الگوهایی بودن در صبر. زن نسبت به مرد خیلی مشکلات را تحمل کرده نمیتونه، چون فطرتا نسبت به مرد یک کم ضعیف هستن، ولی بعضی جاها با زن میتونه که از مرد حکم کرده هم تحمل زیاد داشته باشه. ابو طلحه یک جای سفر میره، برای خانمت خود میگه که متوجه اهل و عیال باش. ابو طلحه صحابی رسول الله هست، جای در سفر میره، تو زنهای موجود داره، متوجه باشن. وقتی که از سفر برمیگرده مدت یک ماه، یک نیم ماه یا دو ماه، سفرای امروز ولی نیست که یک ساعت و دو ساعت، یک روز و دو روز به درازا بکشه، نه خیر، سفرهای وقت کاروان بود، بعد از دو ماه و سه ماه برگشت بود یا شش ماه. بعد از ماها برمیگرده ابو طلحه طرف خانه. وقتی برمیگرده، خب اولا پدر خانم و همسر خود را که میبینه، یعنی همسر خود را، در قدم دوم بس پرسان میکنه که اولادا کجا هست، به اصطلاح ما و شما فرزندا کجا هست. این ناوقت شام ابو طلحه به خانه داخل میشه، سوال را میکنه که فرزندا کجا هست، اما یک پسرک داشتیم، اما کجا هست؟ این میگه او استراحت شده، در حالی که او طفل جان خود را از دست داده، مریض بود. ابو طلحه هم که حرکت کرد، این طفلش مریض بود، حتی گفت خانم خود که متوجه طفل باشه، سرپرستیزی فراموشت نشه، یک توجهی ویژه به ای داشته باش، مثل که پدرم ایشا میگه، متوجه خوراکش باش، متوجه دوایش باش، تمام چیزا رو بهش دستور میده، با وجود که او متوجه است از تو که بیشتر، اما بازم دلت به اصطلاح یک نوع دلهورگی در دلت هست، یک نوع پریشانی در دلت هست، میخوایم پریشانی رو برطرف بکنه. میگه استراحت است. چرا؟ میگه شوهرم ناراحت نشه. صبر مادر در مقابل فرزند و ای تو برخورد با شوهر
از کمال ایمان میشه. وقتی حالت را میبینه نان یعنی غذای شام را اینها صرف میکنن، بعد از اوی خانم از خوب به اصطلاح ما و شما خوب خود را آرایش میکنه برای شوهر، میگه او پسر کجاست؟ میگه استراحت است، فردا انشاءالله از خواب بلند میشه. در حالی که دیگه بلند نمیشه، خب باید ملاقاتشون در بهشت باشه. درست است، همین شب را با شوهر خود سپری میکنه، هم بسترم میشن. بعدش وقتی که طرف نماز صبح حرکت میکنه، این خانم برای ابو طلحه میگه، خانم ابو طلحه به ابو طلحه میگه اگر کسی به تو امانت بده و یک امانت را پس بگیره، آیا تو منع میکنی که امانت را نپردازی؟ گفت هرگز چنین نیست، کسی که امانت به من سپرد هر وقت بخواهم میدمش. میگه الله متعال موتور یک فرزند داده بود و از موتو گرفته. گفت چی میگه؟ گفت او را گرفته، من دیشب تو را خبر نکردم و رفت از دنیا، یک پسرک بود رفت. حالت را که میبینه میره طرف نماز فجر یا نماز صبح بعد نماز را میخونه، پشت پیامبر استاد میشه. پیامبر امی حالت را از ابو طلحه میشنه، ابو طلحه قصه میکنه به پیامبر که من تو حالت شد مسافرت رفته بودم برگشتم و همسر ما با ما هم بستر شد، بهترین نرایش را کرده بود، اصلا چهره یعنی غم دیده در چهرهش دیده نمیشد. گفتی حالت را من دیدم. گفت خداوند این شبتون برکت بیاندازه، خداوند این شبتون برکت بیاندازه. یکی از صحابه نقل میکنه میگه از این مادر و از این پدر در آینده ها 9 حافظ قرآن، 9 پسر، 9 بچه که همیش حافظ قرآن هست تولد شد. رسول الله دعا کرده بود که خداوند در این شبتون برکت بیانداده. یک طفل را از دست داده، عوضه الله خیرا منه، بهتر از او، بهترش چیست؟ 9 طفل و هر نوش حافظ قرآن کریم، عوضه الله خیرا من. ما اعتبار ما نسبت به الله متعال، اعتماد و باور و اعتقاد ما نسبت به الله کم هست. باور کنه، اگر ورنه انسان در این تو مواقع خود را از دست نمیده. درست است که مول لحظه یک کمی جز و فضل شاید بکنه، مول لحظه یک کمی یک حالت نسبت به محالت بشریش بالش وارد شوه، اما این حالت را جریان نمیده که بس از تمام شده دیگه، دل سرشو نمیخوام دیگه اصلا. صحابه هم در این مورد الگوی صبر بودن. ابوبکر صدیق رضی الله عنه مریض بود، مردم با عیادتش رفتن، گفت چه حال داری؟ گفت خوب استم، توانایی هر کار را دارم، را رفته میتونم، گشت و گذار میتونم، با مردم ملاقات میتونم، خوب استم الحمدلله. نمیگه جنبه های مثبت را، شکر نعمت را متوجه شکر نعمت است، ما خود منفیش را، اقتصاد ضعیف است، مریض هستم، سردرد هستم، حافظه ضعیف است، خانواده مشکلات داره، جنبه های مثبت را اصلا مد نظر نداریم. میگه خانواده داری خودش یک نعمت است، زیر یک سقف زندگی میکنی، بالای زمین استراحت داری خودش یک نعمت است. ما جنبه های دیگه ایش را که نداریم، نداده ها را فکر میکنیم. عمر رضی الله عنه میگه، وجدنا خیر عیشنا بالصبر، میگه ما خیر زندگی خود را در صبر یافتیم. علی رضی الله عنه میگه که صبر برای ایمان مانند سر برای بدن هست، صبر برای ایمان مانند سر برای بدن هست. ایمانی که صبر در او موجود باشه، او ایمان خیلی استوار هست، خیلی محکم می باشه. این سر که در بدن نباشه، او بدن چی ارزش داره؟ هیچ. پس این صحابه هستن که به این اندازه در مقابل حکم پروردگار تسلیم هستن. چی گونه صبر کنیم؟ خو سخت است، شما میگین خو سخت است، نمیشه. همینجا که رفتم این نفر داشتم مدت، او با زبان استفاده میکنه، ما دو دقیقه بعدش از دست و پا استفاده میکنه. چی گونه صبر کنیم؟ رای حل چی است؟ ایر عمر رضی الله عنه میگه، هرگاه مصیبت براتون رسید، هرگاه درد براتون رسید، اولین دفعه متوجه باشین که آیا این مصیبت که پیش اومده این مربوط به دین من میشه یا به دنیای من میشه. اگر مربوط به دنیایت بود، خیلی از مصیبت های ما مربوط به دین است، مربوط به دنیا هست، خصوصا از شماها. گفت اگر دنیا بود قابل تشویش نیست، چون روزی از دنیا میری. اگر از دنیا هم نری، دنیا
و این دنیا تو رو مرگ از این دنیا میبره، بالاخره تو رو به زور جدا میکنه از چیزی. اگر متوجه دینت باش، متوجه دینت بود این مصیبت، ایجا کم تکان باید در تو ایجاد شوه که امین صبح نماز صبح چرا از جماعت از ما فوت شد؟ مصیبت دینی هست. در اولین دفعه یه چیز رو فکر کنیم، ما در اولین دفعه واکنش نشان بده، آیا مربوط به دین میشه مربوط به دنیا میشه؟ گفتم که دنیا باز چه قسم شوه و در مقابل دین باز چه قسم شوه در مقابل مصیبت دینی. دوم چیزی که فکر میکنه مصیبت بزرگتر از او. مثال میگم، یک جای موترت تصادم میکنه، متوجه موترت نباش، متوجه جسمت. الحمدلله خود جسم خود جور هست، الله توانایی داشت که موتر جور باشه و ما از بین برم، نشده. تو مصیبت بزرگتری از او رو فکر بکنه. این داستان شما شنیده این انشاءالله. یک صحابی دستش زخم میشه، برای دکتر مراجعه میکنه، میگه دستت قطع میشه که سایر اعضای بدنت کدام رنج و درد نبینه، دستت قطع میشه. دستش قطع میکنه، مردم به احوال پرسی یا مریض پرسی به اصطلاح ما شما میرن برای مریض پرسی ازی پرسان میکنه، در مقابل مردم خنده میکنه، تبسم داره، چون که میفهمه که از جانب کی است. یک دست خود را از دست داده. چند روز بعدش یک فرزندی از این توسط یک گاوی که با شاخ میزنی را از بین میبره و یه فرزندم داره. همین پدر قماری که فرزندش وفات شد، یک فرزندش وفات شد، چند فرزند باقی مانده؟ 6 فرزندش باقی مانده. چند روز بعد مردم هم به تسلیت میان هم به احوال پرسی مریضیش. دو درد شد، دو درد خیلی خطرناک، خیلی سخت. یکی مردم نزد یزی میره، نزد هر کسی که میگه خنده میکنه طرفش، میگه الحمدلله الحمدلله الحمدلله، ذکر استغفار کرده روان. مردم گفت تو خود دیوانه نشدی؟ گفت نه خیر، هوشیار هستم، عقل در سر من هست. گفت مگر می دردارو نمیبینی؟ گفت دردارو میبینم، تمامش متوجه هستم. گفت الله متعال یک دست مرا گرفته، میتونست که دو پای مرا بگیره و یک دست مرا بگیره و یک دست را باقی بمونه. گفتی توانایی را داشت، نکرده می تو مصیبت بزرگتر از این نشد. متوجه منه؟ متوجه هستم. افت فرزند داشتم، الله متعال یکش را گرفت، ششش باقی مونده، در حالی که توانایی را داشت که شش را میگرفت یک را باقی میگذاشت. باید شکر گذار باشم. بزرگتر مصیبت را فکر میکنم. جایی یک مصیبت تو را از مصیبت های بزرگ نجات میبخشه، جایی یک موترت پنچر میشه به اصطلاح، اگر این پنچر نمیشد در یک جای در یک انفجار برابر میشد، یک جای موترت تصادم میکرد، ولی الله متعال تصادم توسط مصیبت جلوگیری کرد. مصیبت بزرگتر از او رو فکر بکنیم. بخش دوم شکر هست. شکر یعنی سپاسگزاری و توجه دل به و محبت به محسن. احسان کی کرده؟ الله متعال. این شکر گفتمش که سپاسگزار باشیم از الله. همیشه بگیم الحمدلله. در جمعه گذشته هم یادآوری کردیم کس امام ابو حنیفه رحم الله سوال کرد که به این جایگاه علمی که نایل آمدی و رسیدی علتش چی بود؟ گفت هر چیز را که یاد میگفتم میگفتم الحمدلله، هر چیز را که میفهمیدم میگفتم الحمدلله، از جانب الله. اگرچه ما نمیتونیم که شکر پروردگار را به جای بیاریم، خود الحمدلله گفتن تو یک الحمدلله دیگه کار داره، اویش یک دیگه کار داره. اما از که رسول ما صلی الله علیه و سلم میفرمایه لا اثنی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. ما نمیتونیم اون قسمی که تو ثنایت را بیان کردی که ما ثنای تو را بیان بکنیم، حمد و ستایش. از چی سپاسگزاری کنیم؟ از چشم؟ آیا تو حال به خاطر چشم دو رکعت نماز خواندی در حالی که خیلی مردم نابینا هستند؟ آیا به خاطر دستهای متحرکت تا به حال دو رکعت شکرانه خوانده در حالی که خیلی مردم دست ندارند؟ در مورد سعدی رحمه الله نقل است، میگه در یک جایی در یک مسافرت بوتهایش و کفشایش مفقود شد، گم شد، یک کمی ناراحتی برای پیش شد، کمی در مسیر راه حرکت میبینه که یک شخص پا نداره. شکرگزار الله میشه که من اگر بوت ندارم، کفش ندارم، شخص دیگه پا ندارم. پس سپاسگزار الله توسط زبان باشیم، اعضا و جوارح را موافق میل الله و خواسته الله مصرف بکنیم. یعنی شکرگزاری است. شکرگزاری تنها در زبان شکر خدایا الحمدلله، اما مسجد نماز نمیخوانه. یک شب توانایی رو نداره که شب به پیشگاه الله متعال بنشم ساعت 2 شب، یک شب سر به سجده بگذارم که الله متعال تشکر از تو. از هر کس سپاسگزاری میکنیم، تشکر از برنامه، تشکر از پدر، تشکر از مادر، تشکر از رفیق، تشکر از استاد با این نمره های خیلی زیبا. اگرچه من لیاقتش رو هم نداشتم، ولی مرا
تو به این جای رسانده. خیلی تشکر. گاهی اوقات صادقانه گفتم که الله تشکر است. الحمدلله. امام قشیری رحمه الله میگه شکر اعتراف با نعمت همراه با اظهار انکساری و عاجزی. اعتراف با نعمت با که جانب الله است. ابو لک بنعمتک علی. ما بی اعتراف میکنیم که تو نعمت بالای ما کرده، سید استغفار، سید الاستغفار آمده و اظهار عاجزی و انکساری از جانب الله است. الحمدلله. ما صحبت میکنم از جانب الله است. عقل ما در کار هست، کار میکنه از جانب الله است. در حالی که خیلی مردم یعنی به هزارها انسان شاید دیدی چشم نداشته باشه، شاید قلب تپنده ای نداشته باشه، شاید امی لحظه در بستر مریضی باشه، شاید امی لحظه در حالت جان دادن باشه، اما تو زنده هست، نفس میکشه، ذکر خدا را میکنه، در مجلس ذکر هست. سپاسگزاری کار داره. حتی شکر نعمت را علما میگن که فرض هست. اعملوا آل داود شکرا. ای اهل داود، ای خانواده داود، شکرگزار باشن، بخاطر برای شما هم پادشاهی داده شده و هم نبوت داده شده. برای سلیمان هم همین قسم، هم پادشاهی و هم نبوت، هر دویش جایگاه دنیوی هم جایگاه اخروی. بعدش وقتی که داود علیه السلام به چیز فکر میکنه که الله دستور داده که باید شاکر باشه داود و خانواده‌اش، این قرآن حکایت میکنه. بعدش خانواده را جمع میکنه، میگه مین بعد از طرف شب هر کدام ما شما یک برنامه داشته باشه. مثال میگم، شب بعد از شام، بعد از غروب آفتاب آغاز میشه، 2 ساعت یک نفر در عبادت مصروف باشه، باز او بخوابد نفر دیگه بلند شود، باز او بخوابد نفر دیگه بلند شود، مثل که کسی پیرداری میکنه در جایی. ولی بازم میگه که ما شکر تو رو به جا آورده نمیتونیم. الله میگه حالا شکر رو به جا آورده که اعتراف کرده که من نمیتونم شکر تو رو به جا آورم. یا الله، این جایی هست که تو شکر الله متعال رو به جای آورده. در این موردم آیاتی وجود داره، در فتحه زیاد میشنیم، و شکرولی ولا تکفرون ان هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. انسان ها به دو بخش تقسیم میشه، ما اینها رو راهنمایی کردیم، دو راه را برشون نشان دادیم، اما شاکر و اما کفور، یا اما شاکرا و اما کفورا. یک بخشی از مردم شکرگزار هستن، ولی یک بخشش چه قسم است؟ و قلیل من عبادی الشکور، اندکی از بنده ها شکرگزار هستن، خیلی کم پیدا میشه که شکرگزاری کن. اگر جزع و فضل کردیم که شکرگزاری نیست. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. اگر نعمت های الله را شما این احیانا بشمارین نمیتونید، هرگز نمیتونید. شاید ستاره های آسمان توسط تکنولوژی عصر حساب شوه، ممکن الحال باشه، ممکن باشه. شاید تعداد انسان های روی زمین قابل ازی باشه که شمارش شوه، اما نعمت های الله شمارش نمیشه. الله گفته نمیتونی کار رو. و این تعدد نعمت الله لا تحصوها، هرگز نمیتونی. غمت را شمارش کرده میتونه، 5 غم یا 6 اضافه تر نمیشه، اما نعمت را بگه، حساب بکو، قلم بگه و کتابچه بگه، شاید قلمت تمام شوه و کاغذ تمام شوه، اما نعمت های الله متعال تمام شدنی نیست. ابو بکر صدیق رضی الله عنه میگه هر خوبی که به پیامبر میرسه سجده میکرد، سجده شکر که میگه میشه. یک سجده شکر ما اشتباه داریم در سجده شکر که باید بفهمیم. بعضی مردم عادتشان هست که بعد از نماز که نمازش تمام میشه جای واجه شکر میکنه، دوامدار سجده شکر، این درست نیست. اگر دوامدار صورت میگیره به طور الزامی بالای خود میکنیم. یکی از بخشی که سنت را به بدعت انتقال میکنه الزام بالای سنت هست، یعنی هرگز ترکش نمیکنه. نخیر شکر واقعی و حقیقی سجده شکر اینو گفته میشه که نعمت برسه جای به جای شکر بکن، جای به جای، مو لحظه، هر جایی که هستی، در مسجد هستی، در دکان هستی، در خانه هستی، امو لحظه یک سجده شکر به جا بیاور. این تو نیست که الزام باشه بالای ما که بعد از هر نماز که سلام گشتانده می طرف و طرف بعد زو سر به سجده خم کنیم سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. دستور پیامبر به معاذ است، مگه احبک یا معاذ، دعا بکن، ما دوستت دارم. بعد از دستورش میده بگو اللهم اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ای الله متعال مرا توفیق بده که من ذکرت رو بجا بیارم و شکرت رو بجا بیارم و حسن عبادت رو بجا بیارم. یک حکیمی میگه من همیشه به خاطر چند چیز از الله سپاسگزاری میکنم، به خاطر چند چیز متوجه باشم. گفت الله متعال هزاران قسم مخلوق داره، هزاران نوع مخلوق داره. از خبر دارم که یک نوع مخلوق انسان است، جنیات است، ملائکه است، مخلوق است. گفت ما فهمیدم که اشرفترین مکرمترین مخلوق کی است؟
انسان هست. گفت سپاسگزار الله هستم که مرا در بین این مخلوقات قرار داد. باید شکرگزار باشم. میتونست که در بین جنیات مرا قرار بده. دوم چیزی که میگه من همیشه سپاسگزار هستم، میگه به ما و شما معلوم دار هست که بهترین دین اسلام هست. ان الدین عند الله الاسلام، بهترین دین اسلام هست. و الله متعال از تمام ادیان مرا در دین اسلام قرار داده. باید همیشه سپاسگزار باشم. و به این هم میفهمم کنتم خیر امه، شما بهترین امت هستین. امت پیامبر امت خیری هست. میگه سپاسگزار الله هستم که مرا در دیگه امت ها قرار داد، دی امت قرار داد. همین تو فکر بکنم دیگه. سپاسگزار الله باشد که شما را در بین جوانهای ما و شما را در بین جوانهای معتاد قرار نداد، ورنه حالا زیر یک پلی می بودیم. شکرگزار الله باشیم. در بین هزاران انسان، در بین هزاران جوان، تو را الله متعال در این موقعیت قرار داد. پیامبر و مقام شکرش چی اندازه بوده؟ پیامبر به اندازه شب عبادت میکرد که پایش ورم میکرد. یک روز عایشه صدیقه رضی الله عنها از نزد پیامبر پرسان میکنه که مگرم گناهای گذشته و آینده تو عفو نشده؟ او چی میگه؟ افلا اکون عبدا شکورا، آیا من یک بنده سپاسگزار الله نباشم؟ پیامبر اینی شکرش به این اندازه است، به این حد است. خانه احمد بن حرب داخلش یک دزد داخل شد. خانه احمد بن حرب رحمه الله خانه اش را دزدید، مالش را گرفت به اندازه که توانایی داشت. مردم از این گپا خود بعد از نماز صبح خبر میشن، در مسجد خبر میشن. بعضی مردم نزدش آمد که چه خیرت بود در خانه تیم شب، چه قصه شده بود، ما خبر شدیم. مردم یادواری میکردن. گفتا یک دزدی بود رفت بس عادی. ما تو خود دیگه امروز شاید در مسجد هم نیم که خانه را دزد زده. بعد به مردم میگه احمد بن حرب، میگه من شکرگزار الله هستم. میگه چرا؟ میگه خوب شد که خود ما دزد نبودیم که در خانه دیگه کس میافتادم و من مالش نمیگرفتم. این کجا بود؟ چی میکردم؟ این حالت را الحمدلله که خودم دزد نبودیم. بازم سپاسگزار الله هستم. میگه چرا؟ میگه این دزدها نصف مال ما را بردن، نصف دیگه اش را باقی گذاشته. میگه باز هم من شکرگزار الله هستم. میگه چرا؟ میگه از مال ما گرفته، دنیای ما را گرفته. خوب است که سرمایه معنوی مرا کدام کسی نیست، یعنی یک دزد به نام شیطان نیست که او رو بگیره از من. باید شکرگزار الله متعال باشه. این اون کسایی است که باز امروز ما نامش را میگیریم، بعد از قرنها نامش را میگیریم، چون تو جایگاه داشتن این انسان ها. و شکر به سه قسم است که سخنهای اخیر ما و شما هست. شکر زبان که همیشه باید الحمدلله بگیم در مقابل هر نعمتی، و خیلی کم شده این چیزها. مکالمات دیگری استفاده میکنیم. اگر کدام غمی به ما برسه میگیم خیلی یک انسان نیکی بود، در حالی که انا لله و انا الیه راجعون. یک چیز زیبایی را میبینیم اوه نه خیر، سبحان الله. یک نعمت به ما میرسه یار چه قصه خوب چیزی سی، چه قصه خوب چیز بود، نه خیر الحمدلله. اسلام برای هر برنامه ایت یک طریقه و یک روش داره. توسط زبان جوارح موافق میل الله و خواسته الله استفاده شوه، و دل به یقین داشته باشه و باور داشته باشه که هر چیزی که می از جانب چی است؟ الله متعال هست. ولی ما را کبر فرا گرفته. کسی که شکرگزار نیست حتما متکبر است. چرا؟ یعنی ای تو فکر میکنی که ما از الله طلبکار چیزی باشیم، خود را پریشان میگیریم. ای تو معنا داره که الله متعال چرا به من نداده؟ مگر الله متعال خواست تو قرضدار نیست؟ عالم شکر به کسی که تو را نفس داده، برای تو زندگی بخشیده. شکرگزار الله متعال باش. و آخرین سخن ما یک داستان هست. یک شخص نست این نزدیکی یک ساحل میره، یک انسان را میبینه که در داخل یک خیمه زندگی میکنه، هم نابینا هست و هم فلج هست یا فلج، و زبانش به ذکر و استغفار الله متعال مصروف است. ذکر کرده روان است و از دور متوجه داخل خیمه را میبینه، نزدیک کنار یک ساحله و در حال استغفار هست. پاهایشون فلج، تمام بدنش فلج و چشمایشون نمیبینه و در حال ذکر الله متعال کرده روان است.
ایره میگه که از چی سپاسگزاری میکنه؟ گفتم این لحظه که با تو تکلم میکنمی از کی؟ از کی داده ایره به من؟ گفتی نعمتی که به تو میرسه به طور مثال غذا و رزق و روزی توسط کی میرسه؟ گفت یک فرزند دارم و هر روز برای من نان میاردم اینجا و پس میره. گفت خوب گفت. پس گفت من از تو یک تقاضا دارم که من فرزندم امروز کم ناه کردم رو جستجو کنم، من نمیتونم گشتم رو جستجو کنم، اگر پیدا کردی خوب اصلا من میگردم. میره که یک جای جسد فرزندش افتادگی است، تکه و پاره شده، یکی حالت را میده که من نشانه ها را به من گفته بود و یه حالتی طفل و یه فرزند حتما نمزو کسی است که یک کسی است که بیرین نان انتقال میده. اینجا جذب فضا میکنه در به خاطر پسر پدر، اینجا جذب فضا میکنه به جای پدرش. میگه من پدرش چه قسم آگاه کنم از این مشکل، از این مصیبت؟ ما شما خود سخت است که یک کس را آگاه بکنیم که فلان عزیز را از دست داد، سخت است. میگم کدام جذب فضا میکنه؟ کلمات کفری از دهنش خارج شه، به یک طریقه ای رو میفهمونیم. یک دفعه زود خانه بیا، یک کسی مریض زود در شفاخانه خود برسون، یک دفعه نمیتونیم گفت، این جرأت نه تو داری نه اون طرف مقابل داره که خود را کنترل بکنه. یمین از پدرش میگه پسرت به این حالت رسیده، میگه انا لله و انا الیه راجعون، تبسم میکنه الحمدلله. گفتی هم الحمدلله کار داره؟ میگه خوب شد که فرزند من بدین نبوده، حالا اگر بدین میبودم به من چی میکردم؟ چی سرمایه را پیش فرستاده بودم؟ یک فرزند صالح نبود، یک فرزند ناصالح و ناخلف. شکرگزار الله متعال باشه، جزا فضا نکنه. من نمیگم که انسان باید همیشه صابر باشه و صابر ای بابها را اگر ما در قرآن کریم متوجه باشیم باید خود را صابر بگردانی، خود را صابر تمرین کنم رایت صبر کردن را، صبر کردن را مانند درس خواندن تمرین کن، بالاخره تو صابر میشی. یک روز خشمت کنترل کن، یک روز مشکلت را تحمل کن، بالاخره یه عادتت میشه. سخنای ما تمام شد، برنامه ما در مورد صبر و شکر بود. اگر انسان صابر و شاکر باشه و انسان از درون آرام می باشه، اگر صابر و شاکر نباشه او ناآرام هست. اگر حق گفته باشم از جانب الله و رسول الله صلی الله علیه و آله بوده، اگر حق گفته باشم سهم شیطان بوده، اشتباه علمی لفظی و خطای بشری که در انسان پیش میشه او رو با بزرگواری تان عفو بکنین. هر پنجشنبه ما و شما اینجا درس داریم به نام منبر بیداری و مسئولیت ما است که باید دوستای خود را دیت مجلس دعوت کنیم، نه تنها تو مجلس، در هر جایی که برگزار میشه. مثلا در این مسجد به مدت 3 ماه یک ترجمه قرآن کریم شروع شد، از ساعت 4 تا 5 عصر همه روزه جریان داره، جناب مفتی صاحب محمد غوث کاوی شو درس پیش میبره، ترجمه تحت لفظی قرآن کریم. در اونجا اشتراک بکنیم منزل بالا و ساعت 4 تا 5 شاید بیش از نیم جز ترجمه شده باشه. یعنی تو مجلس برای صبر صابر شدن یک انسان، برای شاکر شدن یک انسان خیلی مفید است. و دیگه بعضی کسا دعا خواستن، انشالله دعا میکنیم برایشان و در آینده ها شما که میین یک کمی وقت‌تر حاضر شوین، ساعت 5:30 صبح و اعلانات رو کدام جایی که میبینین نشر بکنم رویتون، به خاطر از اینکه همین لحظه ای که جای دوستا دیده میشه اکثریتشون توسط فیسبوک دعوت شده، از این چیزها مفید استفاده کنیم. از حوصله مندی تان تشکر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آمین. الحمد لله رب العالمین، در احترام المتقین و الصلاه و السلام علی خیر. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر لي ولنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا اسيرا الا خلصته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد. نماز اشراق باندازه عمره ثواب داره.